پس از 15 آگست از کابل تا تاشکنت و نیویورک چندین نشست جهانی و منطقه‌ای با محوریت افغانستان برگزار شده. اما برایند این نشست‌ها برای افغانستان و جهان چی بوده؟ آیا این نشست‌ها بر وضعیت افغانستان تأثیرگذار بوده؟ در سوی دیگر پس از 15 آگست به استثنای چند سفارت چون ایران، پاکستان، چین و روسیه، دیگر همه سفارت‌های کشورهای جهان دروازه‌هایشان را در کابل بستند. اما در این یک سال چند سفارت فعالیت خود را از سر گرفت. بیشتر در گزارش از ایمل سیار. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، در یک سال پسین چالش جدی افغانستان تعامل با جهان بود. جهان تا هنوز حاضر به تعامل رسمی با امارت اسلامی نشده و حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته. اما جهان با افغانستان در تماس مستقیم بوده. نشست های منطقه‌ای و جهانی با محوریت افغانستان برگزار شد. جهان در پی منافع خود بود و هست. جهان نخواست که گام بردارند به خاطر تغییر سیاسی و اقتصادی در افغانستان. و می خاطر ما میبینیم که هنوزم حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. در یک سال پسین منطقه و جهان میزبان چندین نشست با محوریت افغانستان بوده. نشست تهران بر محور مسئله افغانستان در اکتبر سال 2021، وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به گونه حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به گونه مجازی شرکت کردند. در اعلامیه این نشست، ایجاد دولت فراگیر راه حل چالش های افغانستان گفته شد. پس از کمتر از یک ماه، اسلام آباد نشست را با محوریت افغانستان میزبانی کرد. نشست تریوکا پلاس به روز 20 عقرب 1400. فرستاده های چین، روسیه و امریکا نیز در این نشست حضور داشتند. در این نشست همچون نشست تهران از افغانستان دعوت نشده بود. در اعلامیه پایانی این نشست، کشورهای عضو از وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان نگرانی کرده و بر پشتیبانی از مردم این کشور تاکید کردند. تقریبا حدود 13-14 نشستی بود. دنیا در منافع خود بودند، دنبال منافع خود بودند. متاسفانه طالبان یک اجندای قوی نداشتند، آمادگی نداشتند، یک دولت معیاری و یک مشروعیت داخلی و خارجی نداشتند. یک هفته بعد از این نشست، شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. نمایندگان عضوهای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست بر کمک رسانی به مردم افغانستان تاکید کرده و از امارت اسلامی خواستند تا حقوق بشر به ویژه بانوان را رعایت کرده و دولت فراگیر ایجاد کنند. در ماه دسامبر سال 2021 اسلام آباد میزبان 17 نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی با محوریت افغانستان بود. این نشست با حضور 57 کشور عضو و ناظر سازمان همکاری های اسلامی، فرستاده های سازمان ملل و نهادهای مالی جهانی و برخی کشورهای اروپایی و امریکایی برگزار شد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان آن زمان گفت که این نشست اعلام همبستگی با مردم افغانستان بود. در ماه نخست سال 2022، اروپا نیز از یک نشست با محوریت افغانستان میزبانی کرد، نشست 3 روزه اسلو. در این نشست، هیئت امارت اسلامی با مقام‌های غربی، عضوهای جامعه مدنی و برخی خبرنگاران افغانستان در شهر اسلو پایتخت نروژ دیدار کردند. شفیع الله اعظم، عضو هیئت امارت اسلامی، در پایان این نشست به رسانه ها گفت که این نشست گامی برای مشروعیت بخشیدن به دولت افغانستان بود. تمام کنفرانس های دایر شده در سطح دنیا به خاطر به رسمیت شناختن، تعامل، همکاری های اقتصادی با افغانستان، جلوگیری از بحران بشری، تمامشان بی نتیجه ماندن. در یک سال پسین، دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان در ماه مارچ سال 2022 برگزار شد. در این نشست، یک بار دیگر از امارت اسلامی خواسته شد تا در برابر خواستهای داخلی و جامعه جهانی به منظور حل بحران بشری و تأمین صلح و ثبات در افغانستان پاسخگو باشد. در اول جولای 2022، ژنو میزبان نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت بانوان افغانستان بود.
در این نشست از وضعیت بانوان در افغانستان به گونه جدی نگرانی شد. همچنان از امارت اسلامی خواسته شد تا حاضر به یک گفتگوی معنادار با بانوان افغانستان شود. سرانجام نشست تاشکند در ماه جولای، اما تفاوت کلان این که از امارت اسلامی به گونه رسمی در این نشست دعوت شده بود. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و نهاد جهانی برگزار شد. امارت اسلامی این نشست را موفقیت بزرگ و گام مؤثر برای کسب مشروعیت جهانی خواند. نشست ها و برخاست های طولی یک سال گذشته نتایج نداشته، دستاورد نداشته و همگی منبس به ناکامی شدن، چی به طرف طالبا و چی به طرف جهان. فلحاظ امید به این است که سال آینده قدم های مثبت و با تغییر پالیسی و شکل چی از طرف امارت اسلامی و چی از جهان گرفته شود. امارت اسلامی پیوسته گفته افغانستان برای تعامل با جهان خیلی نزدیک شده و بازگشایی برخی سفارت‌ها در یک سال پسین خود نشانه آن است. در حال حاضر 10 سفارت و همچنان نمایندگی‌های سیاسی سازمان ملل و اتحادیه اروپا در کابل بازند. اما در بعد داخلی، اجماع ملی و مشروعیت ملی، 40 تن از سیاستگران و چهره‌های سیاسی که افغانستان را پس از سقوط جمهوریت ترک کردند، در آخرین روزهای ماه صفر 1401 در خانه عبدالرشید دوستم گرد آمده و روی مسئله‌های افغانستان بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه 7 ماده‌ای این نشست، از ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خبر داده شد. متاسفانه این نشست‌ها هیچ کدام کمک به حل بحران سیاسی در افغانستان، شکل گیری یک روند سیاسی جدید در کشور، با وجود آمدن یک دولت ملی و مشروع در افغانستان، شکل گیری یک روند تعامل با جامعه بین المللی نشده. اما در کابل به روز 9 سرطان گرد همایی عالمان دین برگزار شد، نشسته که برخی تحلیلگران آن را تلاش برای کسب مشروعیت ملی دانستند. همچنان عدم حضور بانوان در این نشست از موردهای پرحاشیه بود که با موجی از واکنش‌ها و انتقادهای داخلی و بیرونی روبرو شد. این نشست برای 3 روز در تالار لوی جرگه ادامه داشت. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در این نشست سخنرانی کرد و در پایان گرد همایی هم تمامی اشتراک کنندگان این نشست با رهبر امارت اسلامی بیعت خودشان را اعلام کردند. حالا 1 سال گذشت. در این مدت در هر نشست منطقه‌ای و جهانی پیام جهان برای امارت اسلامی واحد بود: ایجاد دولت فراگیر و تامین حقوق بشر در افغانستان کلید برای کسب مشروعیت جهانی. اما امارت اسلامی پیوسته گفته که شرایط به رسمیت شناخته شدن را کامل کرده و باید به رسمیت شناخته شود. در این میان باورها بر این است که در نبود مشروعیت جهانی افغانستان با گذشت هر روز با چالش‌های جدی‌تر روبرو خواهد شد. ایمل سیار، تلویزیون 1.